اگر مایل هستید بدونید که من چطور خیلی ساده با مواد کاملا طبیعی از شر ریشه های سفید خلاص شدم و به یک رنگ مورد علاقه‌ام دست پیدا کردم، حتما این ویدیو رو ببینید. در این ویدیو راهنماییتون میکنم چطور با استفاده از پودر حنا میتونید به رنگای قهوه‌ای بسیار زیبا دست پیدا کنید. سلام بچه ها، خوش اومدید به یک دیگه از ویدیوهای هیجان انگیز دیگه. چرا هیجان انگیز میگم؟ چون من بالاخره این راز میکس کردن پودر حنا رو برای به دست آوردن رنگای زیبای قهوه‌ای متوجه شدم و اومدم توی این ویدیو باهاتون شیر کنم. موضوع از اونجا شروع شد که من یه بار مثل دفعات معمول رنگ موی معمولی که فکر کنم لوریال و گارنیر هستش روی موهام گذاشتم و بعد از اینکه موهامو شستم فرداش که از خواب بلند شدم دیدم که آلرژی داده و پوست روی پیشونی روی صورتم باد کرده بود و خیلی چیز بدی نبود، ولی من متوجه بودم که این آلرژیه و میتونه دفعه دیگه جای دیگه اثر بذاره. و وقتی که رفتم گوگل کردم دیدم وای چقدر از آدم ها بودن که رنگ موی شیمیایی از همین معمولی ها که همه جا هست میذارن و یه دفعه آلرژی داده به صورتشون، چشمشون باد کرده، اصلا صورتشون خیلی وضعیت بدی شده. درسته که این آلرژی از بین میره، ولی خب چیزی نیستش که کسی بخواد تجربه کنه و خیلی خطرناکه، چون ممکنه خدای نکرده اتفاقی بیفته که دیگه نشه جبرانش کرد. به هر حال از اون روز که من این اتفاق برام افتاد تصمیم گرفتم که دیگه رنگ موی شیمیایی روی موهام نذارم. خب میموندم با چه آپشنی؟ اگه میخواستم رنگ نذارم ولی ریشه سفید موهام در میومد، بالاخره یه کاری میکردم، یا بعد ولش میکردم موهای سفیدم در بیاد که دوست نداشتم، یا اینکه آپشنی که برام مونده بود اینکه یا برم سراغ رنگ موهای که آمونیا نداره، که اون مواد شیمیایی که ریاکشن و آلرژی میده توش نیست، اونا رو بذارم، که بازم به دو دلیل نخواستم این کار بکنم. یکی اینکه اون رنگ موها بیشتر از یه ماه روی مو نمیمونه و بالاخره از بین میره و باید هر یک ماه شما کل موهاتون رو رنگ بکنید، و قیمتش هم تقریبا هم تراز قیمتهای رنگ موی معمولی هستش. و دلیل دیگه این که به هر حال اونا هم یک نوع رنگ موی شیمیایی هستن و فقط یک ماده شیمیایی رو ندارن، و بازم یه چیزی من دارم میزنم روی سرم که شیمیاییه و نمیخواستم. میخواستم کلن برم توی خط نچرال و یه چیزی واقعا پیدا بکنم که طبیعی باشه رنگش. خیلی گشتم، خیلی موادی پیدا کردم که رنگ طبیعی به مو میده و خیلی چرت و پرت هم پیدا کردم. خیلی از در واقع جاهایی که نوشته بود و گفته بود که شما با قهوه نمیدونم با اینجور چیزا شما میتونید رنگ موتون رو تغییر بدید، که اصلا درست نیستش، و تمام فیدبک‌هایی که من خوندم گفته بودم اصلا کارساز نیست، و اگرم کارساز باشه یه روز بیشتر نمیمونه، اولین باری که موهاتو بشوری رنگ از بین میره. و به تنها مواردی که رسیدم که واقعا رنگ موهای طبیعی بودن و اوکی بودن و میتونستم موها رو کامل رنگ بکنن، یکی پوست گردو هستش دوستان، فکر کنم پوست سبز گردو هستش، پودرش میکنن و شما با اون پودر میتونید موهاتون رو رنگ بکنید، که من نخواستم اون رو انتخاب بکنم چون اون کاملا رنگ سیاه به مو میده و اصلا آپشن من نبود، من دنبال رنگ قهوه‌ای میگشتم. یه چیزی که عین همون رنگ معمولی که میزدم رنگ موی قهوه‌ای قشنگ بهم بده و در عین حال طبیعی باشه. خب خیلی آسون نیست همچین چیزی رو پیدا کردم و بعد خیلی بر زحمت بکشی و واقعا چند ماه روش کار کردم و خب من خیلی بیزی هستم و هر وقت که وقت میکردم و یادم میومد راجع به این موضوع تحقیق میکردم و بالاخره متوجه شدم که اگر پودر حنا رو با پودری که پودر گیاهی که الان میخوام بهتون معرفی بکنم با درصدهای مختلف مخلوط بکنین، از سیاه تا قهوه‌ای و قرمز بهتون رنگای مختلف میده و شیدهای مختلف میده، ولی شما باید بدونید درصد مخلوط کردن اینا با هم به چه شکل هستش. اون پودر گیاهی که شما با حنا مخلوط میکنید چیزی نیست به غیر از پودر ایندیگو. ایندیگو در واقع اسم انگلیسیش هستش که به فارسی شما گیاه نیل بهش گفته میشه، که همه جا هم موجود هستش و من شنیدم که قدیما برای رنگ کردن پارچه از پودر گیاه نیل توی ایران استفاده میکردن و شما میتونید از عطاریا توی ایران و یا به صورت آنلاین خیلی راحت تهیه بکنید.
پودر گیاه نیل پودری هستش که بسیار رنگ سیاهی به مو، به پارچه و یا هر چیزی که باش رنگ میکنین میده و این رو پودر رو اگر ما به نسبت خاصی با پودر حنا مخلوط کنیم میتونیم باعث بشیم که رنگ‌های قهوه‌ای مختلف روی موهامون رنگ بگیره، ولی مخلوط کردن و درست کردنش با حنا کاملا آموزش میخواد که من میخوام توی این ویدیو در حین اینکه موهامو رنگ میکنم و پودر رو با هم مخلوط میکنم بهتون بگم که چجوری باید این کار بکنیم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو و آموزش و رنگ کردن موهای من، بهتون بگم که سعی بکنید از پودر حنایی که استفاده میکنید طبیعی و خالص و ترجیحاً ارگانیک باشه و هر چقدر که میتونی خالص‌تر تهیه بکنید و مواد دیگه توش قاطی نداشته باشه، یعنی حنای خالص باشه و همینطور پودر ایندیگو یا پودر گیاه نیل هم به همین شکل. من این دوتا بسته رو با هم خریدم، هر دوتاش ارگانیک هستش، هم پودر ایندیگو هم پودر حنا و اینا با هم توی بسته میاد. توی بسته هر کدوم 100 گرم هستش، 100 گرم حنا 100 گرم ایندیگو هستش که شما به نسبت‌های مختلف اینو با هم قاطی میکنید. من در طول ویدیو نسبت‌های مختلفش رو برای گرفتن رنگ‌های مختلف بهتون میگم. اگر دوست داشته باشید پودر حنا و پودر ایندیگوی آنلاین از کشور مد نظرتون خریداری بکنید، لینک خریدش رو من براتون از وبسایت آمازون با توجه به کشوری که توش هستید براتون میذارم که میتونید خریداری بکنید و برای رنگ موهاتون استفاده بکنید. همطور که میبینید من موهامو رنگ کردم و بسیار راضی هستم و رنگ قهوه‌ای خیلی زیبایی گرفته. شاید دفعه بعد بخوام یک ذره درصدش رو تغییر بدم که یک کمک قهوه‌ای تر بشه، ولی باز هم واقعا عالیه و واقعا راضیم. موهام واقعا جون گرفته، نفس میکشه علاوه بر رنگی که داره. و یه چیز جالبی که موهای من خیلی چربه و از وقتی که اینو گذاشتم خیلی بهتر شده، یعنی خیلی کمتر چرب میشه، انگار که ترشح غدد کف سر من هم کنترل شده و واقعا خیلی راضیم و دیگه میخوام فقط ادامه بدم از این پودرای گیاهی استفاده کنم و دیگه روی موهام رنگ موی شیمیایی نمیذارم. حتما بهتون توصیه میکنم این کارو بکنید. شما به مرور که از این رنگای گیاهی حنا ایندیگو استفاده بکنید روی سرتون، موهاتون میشه مثل ابریشم. یعنی شما 6 ماه تا 1 سال اگر مداوم از رنگ موی گیاهی استفاده بکنید، موهاتون میشه مثل یه تیکه پارچه ابریشم. انقدر زیبا و قشنگ میشه که باورتون نمیشه. بریم شروع بکنیم پروسه مخلوط کردن حنا و ایندیگو و رنگ کردن موهای من. در مرحله اول مخلوط حنا رو درست میکنیم. اینجا من 100 گرم حنا دارم که همه رو داخل یک کاسه میریزم. دو قاشق غذاخوری آب لیمو بهش اضافه میکنم. میتونید از آب لیموی تازه اضافه کنید و یا از آب لیموی بسته‌بندی شده، فرقی نمیکنه. سپس شروع به ریختن آب ولرم روی حنا میکنم و شروع به هم زدن میکنم تا تقریبا یک مخلوطی به دست بیاد به غلیظی ماست. دقت کنید آب رو کم کم اضافه بکنید و هم بزنید که حناتون خیلی شل نشه. دقیقا باید غلظتش مثل غلظت ماست بشه. همونطور که میبینید وقتی من دارم حنا رو مخلوط میکنم، دونه های تیکه تیکه داخل حنا دیده میشه. این به این معنی هستش که حنای من کاملا طبیعی و خالصه و نشونه خوبی هستش. وقت بذارید و تمام حنا رو به صورت یک مخلوط یک دست در بیارید. سپس روی حنا رو کاملا کاور بکنید و یک جای گرم برای 24 ساعت قرار بدید تا بمونه. بعد از گذشت 24 ساعت نوبت درست کردن محلول ایندیگو هستش. اینجا من 50%، یعنی همون 100 گرم به اندازه پودر حنا، پودر ایندیگو رو داخل کاسه جداگانه میریزم. و کم کم آب ولرم بهش اضافه میکنم تا تقریبا محلول من به غلظت ماست در بیاد. بعد از اینکه به صورت یک مخلوط یک دست در اومد، نوبت اضافه کردن این مخلوط به مخلوط حنا هستش.
مخلوط ایندیگو رو کاملا با مخلوط حنا میکس بکنید. در اینجا درصدهای میکس کردن مخلوط ایندیگو، یعنی پودر ایندیگو و پودر حنا رو بهتون میگم برای رنگ‌های مختلف. اگر دنبال رنگ قهوه‌ای مایل به قرمزی هستید، میتونید از 70% مخلوط حنا و 30% مخلوط ایندیگو استفاده کنید، یعنی 70% پودر حنا و 30% پودر ایندیگو. برای به دست آوردن یک رنگ قهوه‌ای تقریبا پررنگ، 50% پودر حنا و 50% پودر ایندیگو رو با هم مخلوط میکنید. اگر مایل به دست آوردن رنگ قهوه‌ای مایل به تیره و مشکی هستید، 70% پودر ایندیگو و 30% پودر حنا استفاده کنید. برای به دست آوردن رنگ قهوه‌ای متوسط، 40% پودر ایندیگو و 60% پودر حنا رو با هم مخلوط کنید. دوستان دقت کنید با توجه به طبیعت رنگ موهایی که دارید، این مخلوط ها میتونه رنگای مختلفی از قهوه‌ای رو روی موهای شما ایجاد بکنه. به محض اینکه مخلوط ایندیگو رو با حنا مخلوط کردید، آماده است برای زدن روی موها. برای رنگ کردن موها با حنا روش خاصی وجود داره که اینجا روشش رو با شما شیر میکنم. همیشه برای رنگ کردن موها با حنا از وسط سر شروع بکنید و کم کم به شکلی که میبینید موها رو رنگ بکنید و به دور سر برسید. بعد از رنگ کردن کامل موها با حنا، موهاتون رو کاور بکنید کاملا و اجازه بدید برای حداقل 3 ساعت رنگ روی موهاتون بمونه. بین 3 تا 4 ساعت زمان ایدئال هستش. و بعد از این مدت در حموم به صورت عادی موهاتون رو شستشو بدید.